یک پژوهش تخصصی اعلام کرد ارزش های تسلیحاتی که در سالهای 2015 و 2016 از سوی کشورهای شرق اروپا به دست تروریست‌های حاضر در سوریه و عراق رسیده حدود یک میلیارد و 500 میلیون دلار بوده است بر اساس تحقیق کارشناسان متخصص ضد تروریسم در مرکز تحقیقات جنایی سازمان مبارزه با فساد که مقر آن در بوسنی است مبالغ بسیاری از سوی کشور قطر برای خرید این محموله های سلاح پرداخت شده و ترکیه نیز امکانات لوجستیکی را برای انتقال این محموله ها به مناطق درگیری فراهم کرده است. این مرکز افزود منطقه بالکان در این دو سال عرصه فعالیت های مافیای سلاح با همکاری دستگاه اطلاعاتی ترکیه بوده و این سلاح ها که با پول کشور قطر تهیه شده توسط شبکه های مافیای ترکیه به مناطق تغییر شده منتقل شده است در ادامه این گزارش آمده است ترکیه با پول قطر مقادیری فراوان سلاحهای مخرب را از کشورهای بالکان و شرق اروپا برای تروسا خریده است این محموله ها شامل گلوله ها و موشک های ضد زره گلوله های ضد خودرو توپ ها و موشک های سنگین و نیمه سنگین مین های زمینی و بمب های دستی بوده که از کشورهای بلغارستان، استواکی، رومانی، چک و بوسنی خریداری شده است بر اساس این گزارش های انجام این معاملات از موافقت و تأیید کشورهای خود برای خرید انتقال و رساندن این سلاح ها به دست سنیهایتون رو در سوریه و عراق و دیگر مناطق خاورمیانه میانه برخوردار بودند